جنبش مساف تقدیم میکند اللهم صل على فاطمة و وبعلها و وسر و و سر المستودع فيها بعدد ما خاطب به الملك اعوذ بالله من الشيطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنين و امت المعصومين بسم الله الرحمن الرحیم سلام عليكم ورحمة الله آه. تبریک عرض میکنم پر رسیدن عید سعیده فطر و خدمت شما عزیزان ان که از این ماه شریف و پر برکت دست پر بیرون رفته باشیم به با امید الطاف مولامون و صاحب اون آقا صاحب الزمان و وساطت و شفاعتی که او برای بخشیده شدن ما کرده یکی از علما خدمت آقا صاحب الزمان رسید و گفت دعای مستجاب یا محمد و علی یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب زمان ادرکنی آقا جان این به لحاظ عربی ادبیش مشکل داره و ادرکنی یعنی یک نفر ما چند نفر هستیم بعد میگیم ادرکو جمع باید ببینیم این چجوری درستش کنم درستش بگیم به مردم درستش کنم خدمت آقا صاحب زمان رسیده ها بعد حضرت فرمودن نخیر درسته از اونها هم چیزی میخواد ما باید امضا کنیم امام زمان هر وقت و امضای اوه تمام شده این که میفرماد نامایی که از سمت امون عباس میاد بر روی چشم میگذاریم داستان بازم امضای امام زمان هر وقته دیشب با حاج محمد داشتیم صحبت میکردیم در مورد موقع رفتن روزه‌ها و این بحث‌ها و حالا ایشون که همیشه برنامه رو با یاد امام زمان شروع می‌کنه و خاتمه می‌ده گفتم که چقدر آتیش می‌گیرم از اینکه یاد امام زمان کمه تو حیات‌های ما یعنی ما باید باید رو تربیت بشن به این سمت برن که اصلا اسم امام زمان بیاد شور شورش کشون برید این در اثر معرفت وجود میاد یعنی باید شناخت به وجود بیاد معرفت محبت میاره وقتی هم که دیگه دلت به دل امام زمان گره خورد با هیچ چیزی رو کره زمین عوض نمیکنیم خب ما یه دو تا از اصل ها مونده بود خیلی هم مهمه و کاربردی اینا رو بگم و این سوالا هم که هم دیشب به هم امروز به دوستمون داده و ما اینا رو پاسخ بدیم خدمت شما آرز بشم که الان دوازده ده دقیقه است ما تا یک و وقت داریم حالا زودترم تامون کردیم که زودتر برنامه شروع بشه بهتر اما بعید میدونم یکی از اصول اصلی 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 که اینا, را اینا کاربردی ها اگه اونا تا حدودی تئوریک بود البته اونم کاربردی بود آقا این کار کن بین چیزا فاصله بنداز اصل فلان اصل بانی که گفتیم و این خیلی خیلی کاربردیه اینه که ما باید این وسط بیم کار دیگه بکنیم مشکل یه چیز دیگه است شیطون رو نمیشه بهش بگی با من کار نداشته باشه امکان نداره شیطون با شما کار نداشته باشه زمانی با تو کار نداره که تو دیگه ازش زدی جلوتر سوال پرسیدن یکی از سوالا این بوده که برادرمون سوال پرسیدن که آقا ما مارم میگه دست شیطان بسته است ما مارمزون هم داره پدرمونو در میاره که این به خاطر اینکه دیگه سرعت و شیطون یکی شده برنامه نویسی کرده وارد کرده تخ گشته تو دلمون الان قلب من به جیک افتاده جوجا در اومدن دارن جیک جیک میکنن حالا چه شیطون باشه چه شیطون نباشه یعنی شیطون هم که نفس خودش اتوران بلده دیگه کارش شد. تربیت شده اون زمانی هم که آقا صاحب زمان زور میفهمه گردن ابلیس رو میزنن نفس کماکان هست اونی که با نفس ور میره دیگه نیست و اگر یعنی خود نفس کماکان از خواسته هاش هست به خاطر همین به خاطر تربیت صحیح هم که در دوره های تربیتی که آقا صاحب زمان خواهد گذاشت برای مردم دستی که بر سر مردم خواهد کشید خیلی تربیت میشن و واقعا اثر نفس خیلی کم میشه اما هست در اقلیتن کسایی که خطایی میکنن و فلان این بحثا نه انایت داشته باش یا مثلا در مورد اینکه دین آخر و زمان چه خواهد بود خب بحث کردن بعضی میگن همه دیگه مسلمون میشن شیعه اسم میشن برداشت من اینطور نیست مسیحی یهودی اینها باقی خواهند مان منتها در یک اقلیت بسیار کم میدونید چرا اونام چون اجباری وجود نداره لاک راه صحبت سر چیه اینقدر اسلام درست عرضه میشه هیچ آدم عاقلی نمونه الا اینکه مسلمان میشه. و الا قرآن یه آیه داره میگه دشمنی بین یهودی و مسیح تا که ادامه داره الا یومل و تموم شد دیگه وقتی الا یومل قیام اینا هستن یعنی در ظهور هم پس ظهور هم هستن اینا دقت بکنیم و اینا ما نباید روایت با قرآن تضاد داشته باشه یعنی این فضیریم کما که گفت ما روایتی داریم که اصلا تایید میکنه که اهل کتاب آزادانه کارشون انجام میدن اما خیلی کمن خیلی کم اونم خودش میدونه خودش باید جواب خودش ما بیم یه کار اساسی انجام بدیم شیطون سر جا خودش است. گفتیم زخ... وقتی با ما دیگه کاری نداره یه ما از اون زدیم جلوتر مثل بابایی که شیطون تو خواب دیده دید یه زنجیری به دوشش و گفت این چی و یا کلی هم بود گفت واسه شیخ انصاریه ما اون رو بکشن گو من, من کدوم یکی گو با تو اصلا تناب نداری تو من سود میزنم دو مالم میدوی خب اصلا تناب لازمه تو هرچون پیشنهاد اصلا من میخوام ندادیم می تو قلب خودت چرخیده نفست رفیق منه ما بیایم یه کاری کنیم شیطون که دست اندازی میکنه گفتیم از ما بندوبیل آویزونه هی اینا رو چیکار میکنه میگیره بیایم چیکار کنیم این بندا رو باز بکنیم محمل کار شیطون چیه نفسه ما باید رو چی کار کنیم نفس کار کنیم تموم میشه ماجرا اصلی ترین فتنه قوم حضرت موسی فتنه سامریه وقتی حضرت موسی میپرسه کی و فما خط که یا سامری میگه سبلت لی نفسی اصلا صورت شیطانی میگه نفسم یه سؤل غلطی رو درخواست کرد بله شیطان هم گفتیم تصویل میکنه سؤل بهت میده شیطان القا امنیه میکنه اما خود نفس میخواد دیگه برمان اون خواسته ها و این که میگن جهاد اکبر مبارزه با نفسه و علکی نیست واقعا اون جهادی که میره قتال طرف میکنه اون جهاد اسقره جهاد اکبر واقعا مبارزه با نفسه نفس تا خدایی قدرت میگیره تا خدایی پیش میره تا جایی که قرآن میگه که اینا خداشون کیشونه نفسشون بوت اینا نفسشون اینا خودشونو میپرستن بعضی خودپرست میشن هر چی نفسشون بگه گوش میکنن ما دو نفس هم داریم مثبت و منفی اصلا نگاه به نفس مرکب گفتم شما میتونی مرکب دیشب آخر بحثم بودا مرکب رو تربیت بکنی میتونی چیه مرکب چموشی هم باشه که ببرد این ورمور ور بزنده مقصر خودتی تربیت نکردی رامش نکردی اون نفس مثبت که از فطرت نشعت میگیره و اون نفس منفی که از غریزه نشعت میگیره شما باید ببینی که آقا ما غریزه رو هم نفی مقبول برای در نگاه یک مسلمان و باید ارضا بشه درست اما عقل حاکم باشه هر جایی که آدم نباید غریزه‌اشو ارضا کنه که و هر جوری که نباید ارضا کنه همون طور که شما از هر جوبی که آدم تشنش بشه آب نمیخوره که از چشم آب میخوره میره آب معدنی میخره تو تابستون گیر کرده یه جا اصلا بعضی موقع میینه آب سرد کنم اصلا بعدش میگه دستم کثیفه میره آب معدنی میخره خب اینجا غریزه‌اش آب میخواد اما یه عقلی همین بغل هست میگه هر آبی رو نخور بعدا باید بشینی تو مریضی بکشی و بدبختی و بیچارگی آقا نفسش داره میره یا شیرینی گشتن داره در مغازه خاربار فروشیه تو میدونم این خاربار چیده که در در مغازه نفسش میخواد برداره بر نه عقلش میگه اگه بگیرنت میبرنه زندان پدرتو در میاره. پس اینجا باید ببینیم اون نفس وقتی تابع عقل بشه و عقل بر او حاکم بشه برعکس خیلی خوبه میشه از این مرکب چیز استفاده کرد به مرحله شما میرسی الان میگم به مرحله میرسی که نفس شما جواب نبشه شیطون میده چون تحت تربیت عقل بوده چون عقلتون او رو تربیت کرده خود نفستون میشه که برو بکار دو برو بکار برو داستان درست نکن تو رو شدنیه بله شدنیه انسان ها. اسیر واژه دوست دارم هم. این عبارت دوست دارم و بیخود خود میکنی دوست داری این دوست دارم دلم میخواد نفسم میخواد یعنی همین دیگه دلم یعنی نفسم دلم میخواد نفسم میخواد پدر همه رو در آورده فلسفه این شیطان پرستا چیه آلیس کرولی میگه تمام این مذهب شیطان پرستی که من آوردم همه حرفش اینه چنان کن آن چه خواهی کل شریعت بابد تو کتاب لیبر 1904 نوشته بابای همین سایمیست اوله چنان کن آن چه خواهی کل شریعت یعنی شریعت من هرچی دلت میخواد انجام بده ما تو اسلام برعکس اینو اصلا نداریم دقیقا بعد اون دل اون چیزی رو بخواد که عقل میخواد تربیت بشه عین حرف عقلو میخواد مگه بده؟ نه اصلا خدا با اون نفس بذارید نسبت هم نفس مثبت بگم با نفس مثبت پرستیده میشه و خواسته میشه اصلا محبت رو دلی میشینه رو دلی رو نفس مثبت میشینه محبت در اثر چی به وجود میاد گفتیم محبت در اثر عقل به وجود میاد و علم من میبینم آقا یه آدمی اصلا خوشگلی هم نداره کج کلگی هم داره کلی تو کلی من بدهی دارم میاد دستمو میگیره یه محبتی از او تو دلم میفته بخاطر قیافشه؟ نه واسه چیه این محبته؟ چون میدونی که بحث عشق خورده متفاوته تو قرآن برید شخم بزنید آیه قرآن این ورومر بکن شخم بزنید یعنی زیر و رو کنید یه آیه بر من در مورد قرآن از حب صحبت میکنه از محبت محبت در اثر چی به وجود میاد علم و فکر کردن و عقلانی اندیشیدن که بابا این فقط دست منو گرفت محبت به وجود میاد و یه چیز دلی میشه سوره حجرات آیه هفت عجب آیه رو کدم یه نکته ای میگم دیگه هر کی گرفت گرفت دیگه چون نمیشه بازش کرد یعنی بحثم نیست اون یه چیز دیگه است میگه ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم میگه ایمان به ذات تو دل شما خواستنیه اون چه زمانیه؟ زمانی که با عقل فکر کنی یه مؤمن چه ویژه میبینی ایمان دوست داشتنی حبب الیکم الایمان اگه با عقل رجوع بکنی بعضی گفتیم علم دارن اما عقل ندارن علم داره کراک بده اما عقل نداره میکشه میگه افلا یعقلون نمیگه افلا یعلمون اینا میگه در که کی استفاده کرده در مورد کسی که ولایت امیرالمومنین پس دادن نمیگه اینا علم نداشتن علی از همه بهتره میگه اینا میدونستن علی همه جوره بهتره افقه اعلم اشجع اعلم و انصب و ها همه این ویژگیار داره یک صحابی بیا که از امیرالمومنین در یک مورد جلوتر باشه بدون پس چرا علی رو پس دادن قرآن نمیگه علم نداشتن میگه علم برای این مطلب داشتن میگه عقل نداشتن خیلی قشنگی ها نکته خیلی یک آیه قرآن میخوره همیشه قلقل میکنیم یه چیزی گفته عقل اونجا میگه یا یا افقهون، یا بر یکی سعی نیست میگه عقل داشته باش برس به علم تو علمو به دادن دانش رو بهت دادن آدمی که عاقله از اون سر علمی استفاده درست میکنه كل ما حكم به العقل حكم بهش شرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل يعني یعنی شرع شما فتوای عقلانی میده و عقل شما فتوای شرعي رو ميپذيره می میگه ولکن الله حبب الیکم الايمان و زینه فی قلوبکم و کرح الیکم الکفر والفسوق والاسیان میگه ته دلتونم برید با عقل بررسی کنید میبینید از کفر و فسوق و اسیان هم چی؟ بدتون میاد حالا زیل این آیه روایت هایی داریم که اشاره کرده اینا که یک نفر ایمان ته دلتون محبوب بود رجوع نکردید باید خوب پیدا می کردید و این ستایی که اسبردم کفر و الفسوق و الاسیان کراحت ذاتی دارید نسبت به این مسائل کراحت فطری و عقلی دارید کدام عقل سلیم از حرف زور خوشش میاد نکته عجیبی اینجا نهفته است میگه الکفر مفتد الاسیان مفرد الفسوق یعنی دومی رو اولی رو میگه الکفر اولین کلمه دومین کلمه جمع بسته میشه الفسوق و سومین کلمه مفرد گفته میشه میگه این سه تا با اینکه کراهت کراحت ذاتی داشتی خب چرا؟ در حالی که اگه رجوع میکردید شما می دیدید که اصلا به ذات دانستن و اقلانی آن دانستن یعنی علم رو استفاده کردن محبت میاره چه دلیلی داره یک نفری که برای دفاع از مظلومین رفته کشته شده در یه نفر بدش بیاد از اون آدم واقعا چه دلیلی وجود داره؟ هیچ دلیلی وجود نداره. جز اینکه آدم بیعقل باشه. امام علی علیه السلام می من خدا رو از روی نه از روی ترس بلکه از روی محبت میپرستم. چون علم داره از عقل بهره میبره اکمل بهره اکمل کامل ترین بهره رو میبره به محبت خدا میرسه شوقی به خدا داره که اصلا طرف رو میبینه از خود بی خود میکنه میخواد به نماز باشته آقا چرا نمازمون خوب نیه نی? اینجوریه فلانه به همانه برای اینکه به محبت الهی نرسیدیم اگه به محبت الهی برسی میشه موحد موحد که شدی اصلا گناه نمیتونی انجام بدی اونو توضیح میدم یعنی چی نمیتونی انجام بدی ما اگر کسی آگاهی پیدا کنه از ذات گناه خوشایند براش نه سلام علیکم یه بنده خودم هم گفتش که آقا یه جای گوش میفروشن کیلو 1800 کیلو چند چند سال پیش بود الله تو گفتم 1800 گفتم خب یه جور میلنگه دیگه هیچ ارزونی بی حکمت نیست گفت نه فلانیه بعد کاش فهمت گوشت خر بوده این میخورده رفتم بستن مغازه رو گرفتن و شو فلان قبلا میخورد عشق میکرد میگفت بابا دیگه گوشت پیدا کردم ارزون میخورد کیف میکرد بعد حالا همون گوشت رو بهش بدن بالا میاره چرا مزش فرق علم پیدا کرد که این ذاتش چیه با عقلش دو, دو تا چهار تا کرد حالا سنجید میگه نمیخوام 1800 که نه مفتم به بدن نمیخورم پولم بهم بدن بیا اینو بخور دیگه نمیخورم چون از عقلش استفاده میکرد چون این علمو به دست آورد فلذا پیامبران چون عالما گناه نمیکنن چون معدن علم الهیان هن. بدی گناه میبینن گفتیم شیخ انصاری چی میگفت میگفت چالا شما به این فکر کردیم مدفوع خودتون رو بخورید منم نمیتونم فکر کنم گناه حتی بکنم این معصوم نبوده ها این اسمت اکتصابیه آدم میتونه به سمتش بره معصوم به ذات نیست مثل حضرت عیسی نیست که به دنیا میاد پیغمبره به دنیا میاد میگه آتان الکتاب و جعلنی نبی یا معصومه بچه دو روز سه روز است داره حرف میزنه معصوم اما رسیده به این مطلب این شیخ انسانی ما داریم که برخی از علمای امت من پیامبر میفرن افضل من انبیاء بنی اسرائیل خیلی حرفها ما باید برسیم به چی؟ به خداگاهی اول خدا آگاهی خدا کیه؟ بعد خدا آگاهی من عرف نفسه فقط عرف ربه جهان آگاهی این دنیا واسه چی هست؟ دین آگاهی این شریعتی که این قانونی که خدا گذاشته برای زیستن و سرنوشت آگاهی به اینا که رسیدیم اون موقع میتونیم جلو بریم توی بحث مکارم اخلاق که من گفتم که ما یه سری مکارم اخلاقی داریم بعضی به دنیا میان دارن درشون بیشتره و اون کسیم که ندارن میتونن چکار کنن؟ با تذرع از خدا بگیرن روایت داریم از حضرت امیران میگه اگه ندارید اداشو در بیارید همین چی شد؟ خسیسی با عقلت به این نتیجه بر صدقه خوبه فهمید چی شد؟ با عقلت رسیدی با اینجا راه گناه فقط عقله. با عقلت به این رسیدی که صدقه خوبه خب اما آره میخواد جونت بالا بیاد میخواد دیویستان بینید صندوق صدقات خب اینجا میگه عدای آدمای های سخی رو در بیار بگو عقلم میگه باید بنوزم خیلی کار هست که گفتیم ما نفسمون دوست نداره اما عقلم به اون دستور میده انجام چون عقل میخواد آقا این هم آدم میرن ماشینشون بیمه میکنه یا بی هزینه اضافه نیست اصلا وجود شرکت های بیمه یعنی چی؟ یعنی مردم اونقدر که بیمه میکنن خسارت وارد بگید نمیشه میصرفه که یارو بره شرکت بزنه پس ما دیوانه این بریم خب تصادف نکنیم بله خب تصادف نکردم. اما اگه تصادف کنم چی این یه عقله یه خرج اضافه میکنه برای اینکه از عقل ده. تا یه چیزی به شکم رب داره مردم عاقل میشن به خدا تا به دنیاشون همچین عاقل میشن دو دو تا چهار تا میکنن که همه جور بیمه آتش سوزی عمر بیمه نمیدونم همه چی میشن. تا به یه معنویت و سرنوشتشون مرتبط میشه جونشون میخواد بالا بیاد انگار میگم اینا آدم عاقل نیست دیگه بیا ما خدا پیغمبر فرض کن وجود نداره نعوذ آقا از عذاب جهنمی کتاب یه چیزایی گفت کم هم نگفت یک درصد نه یک هزارم درصد اگر واقعی باشه خیلی احمقن اون کسایی که دارن این همچی ریسکی میکنن همین چی شد؟ یک هزارم درصد چند درصد احتمال داره من یک ت... خیلی وقتا شما تصادف هم میکنین نمیزه کپونتون بکنه به خاطر چی؟ تخفیفش موقع؟ بیا چند درصد احتمال داره مثلا تصادفی ماشین که اصلا انداختی رفتی مسافرت میگه حالا شاید یه روزی اومد یه درصدای پایین برای این در نظر میگیری برای اونم میگم یک هزارم درصد احتمال این باشه که قیامت واقعیت داره او جهنم جوری پوسته و جهنم اینجوری پوست طرفو میکنن آدم عاقل گوش میکنه دفع خطر احتمالی شرط عقله من گفتم برای خدا میخواد عذاب کنه خیلی حرفه ای گفته حرف 1350 سال قرآن فوش میخورد میگفت این خدا شما توجی نبوده میگه بنازم تو آتیش پوستش تموم بشه یه پوست دیگه میدم خب بزن تا فیا خالدونش بسوزون دیگه تا استخونش بسوزون تا مغز استخونش گفت خداتون بلد نیم چین سوسولی برخورد میکنه پوست دوباره پوست میذاره جرای پلاستیک درست کرده و سوختگی درجه سه پوست گفتیم قرمز میشه تا برمیز سوختگی درجه یک درجه دو که بابای آدم یه جوری چشش یه درد بیشتر سوختگی درجه سه هیچ دردی نداره چون پوست که از بین میره رشته اعصاب از بین میره شما دیگه هیچ دردی احساس نمی کنید برعکس او خیلی حرفه گفته چه جوری عذابتون میکنم من خودم آفردم نه پوست اون بشه درد میره پوست هم نو میدم. همین یک مورد کافی است تا فردی دیگر خودش را جلوی قرآن قرار ندهد با خودش بگوید 1350 سال 1400 سال پیش نه کجا گفته بوده اینو حالا یکی بس روز عقل نداره به درک بس بره جهنم به من و تو چه خدا آیه فرستاد پیغمبرش با ول کن اینا رو تو هم گیر دادی هی hey, میخوای اینا بکشونی برای هدایتشون کن من خدا میگم ولشون کن گوره پدرشون این گوره پدرشون نیست تو قرآن ها تفسیر منه با ولشون کن دیگه اینقدر هرسو جوش میخوری نمیفهمه دیگه بابا ابو جهله الله به ایشون گفت کلاش خواستن سرار ببرن گفت کله من بیخ ببری تو کلا تو چشم بیاد. دی نفهمه دیگه اینو چی خود بعد مرگش کلم تو چش بشه اداشو لاغل به ما در بیاریم ادای خوب بودن و این له کردن نفسه خب اولین کاری که باید کرد چیه؟ اصل رام کردن نفس باید این اسبه رو این سمند سرکش این مرکب سرکش رو باید چیکار کنیم رامش کنیم ببینید ما نفسمون کاملا با شرطی سازی مطابقه شما دیدید مثلا این لواشک بتونه شو شر شور رو شور بزاق دهانتون مبارک میریزه هنو نخوردی ها داری نگاه الان گفتم بعضی اینجا میکنم ندیده هنو گفتیم ببینید اگه بخوره چیکار میکنه آ این چیه تو خوردی لواشک اینجا پس برای چی اینجوری شدی میگه بدن من شرطی شده چون قبلا خوردم بدن میفهمه بدن شعور داره میگه چی میگه که ببین این تو دهان قرار این ترشی اصلا ای ترشو 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 خب از الان آماده کن این ماجرا پاولوف دیگه پاولوف میرفت به سگش قضا بده این سگ پاولوف معروف تو روانشناسی شرطی سازی میره قضا بده و بعد این نگاه کرد سگی چرا شور شور همینجوری بزاقش میرزه دی فهمیدین قضاها رو فهمیده دیگه این سگه شرطی شده یه بار کار دیگه ای داشت قضا نمیخواست بره برق رو روشن کردید ای شور شور همجی داره میریزه مزور گفت این قاطی کرد نکن میخواد خود ما رو بخوره این. چی اینجوری شده فهمید چون هر بار قضا رو میبرده برقم روشن میکرده این این بار به برقم شرطی شده جوجه رو دیدی میخواد دون برش بپاشی جوجه کوچیکو شرطی شده جوجه خب تا دستت اینجوری اینجوری تکون بیا بیا میدو فکر کنم قضاش بچه کوچیک پنج بار شیر خورده شرطی شده میدونه وقتی گونش سان مادر رو لمس میکنه شیر خوردن شروع میشه بعد مردک نشسته با بچه بازی میکنه این میزنه این طرف بچه دنبال شیر میدونه این میزنه این ور میدونه آخی پسرم سرسری میکنه او ولش که بچه بعدا باباشو در آوردی شرطی شدن نفس رو میشه شرطی کرد حیوان میشه کاری کرد به حرفت گوش بده سک صحابش رو میشنسته شرطی شده سگ قریبه رو میگیره شرطی شده بگه هر دو تا اینا پا دارن چش دارن شکل هم چون شرطی شده من اینو به شما بگم نفس انسان میشه شرطیش کرد یعنی کاملا ازش سواری گرفت یه جا مثال زدم تو این باشگاه پرورش اسب اسبایی که کور اسبی خود بزرگ میشن دیگه اینا رو تا شش ماه از مادرشون جداشون میکنن مینازن تو یک اتاقچه ها بعد اینا همه چی گاز میگیرن در و دیوار رو گاز میگیرن اگر این از تو دهنی نخوره کلا از اسبای میشه که گاز میگیره دیگه بدبخت صاحبش این می چیکار میکنه لبه آهنی گاز میگه رنگای درو در میخوره میان چیکار میکنن اون کسی که اونجاست بهش یاد آموزش دادن تا این اسب پوزش رو میاره رنگا رو شروع میکنه خوردن ده دهنش در آهنی رو میچسبه ول نمیکنه محکم میزنه تو پوزش محکم ها بعد یه چیزی هم دارن تلخه چی تند فلفلی میزنن به در که این دیگه میفهمه که چی آه این دره گاز گرفتن سوزه شد بچه کوچیک شیشه رو ول چی چیکار میکنه فلفل میزنن خب آره برای چی برای اینکه بعدش به ما آدمیش نختیم این آکواریوم داشت ماهی گوشخار و گیاخار نختیم کنار ماهی گوشخار باش کاری با. کنار این رو هم رو همشون بابا چجوری این کار کرده، کرد؟ این ورداشته بود یه شیشه حائل گذاشته بود بین اینا که اینا تو آب گیاخار این بودن گوشخار این بودن منطقی شیشه بعد داشت یعنی قشنگ آره گوشه داده بود اینا میتونستن بچرخن دوره هم بعد این اسکار انقدر با پوست تو شیشه رفته بود بدبخت برای خوردن ما گیاخارا آیا گیا انقدر با پوز رفته بود تو شیشه کلا شیشه رو این یارو ورداشته بود از کنارش که این گیاخار رد میشد میگفت نه شیشه است جرأت و حتی ریسک هم نمیکرد سمتش بره کنه استاد پرش ارتفاعه میدونش تل لیوان میپره بیرون نسبت به قدش خیلی میپره از تو لیوان میتونه پره بیرون کک کنه یه کنیناس کک به تومونتون نیفتده نشنیدید اینا ضرور مسئله یه کوچه بازاری مونه کپک نیست اون کپ کلاش تو برف میکنه یه چیز دیگه اصاره آره بعد نگاه کنید اینو میره دانشمند چی چیکار میکنن خیلی جالبه آزمایش کردن روی این لیوان یه شیشه باریک باریک میذارن این چکه، ای میپره تق میخوره کلش به این شیشه میاد پایین 20 بار به پر شیشه رو ورداری دیگه تا آخر عمرش از تو لیوان نمیتونه چون دیفالتش این میشه برنامه ریزیش این میشه از این ارتفاع به بالاتر درد نفس رو باید همینجوری رامش میکنی جفت لغت پرد میکنی تو شکم شیطون نه با صاحبش بهتون بگم بله مثالش زیاده من نمیخوام وقت ندارم تو سیرکا اصلا همین جوری. یه, یه یاری که با یه متر نیم قد وایستاده فیل با اون گندگیر اینجوری میکنه لنگوتو بده با. بارو بالا دو فاشو بالا که چهار تن وز آ بابا چه جوری میتونه میکنه شیره دهنش اون کلاش میگه دهن شیرین میاره ببین شی... این اصلا فکرشو نمیکنه این دهنشو میتونه ببنده چون آموزش دیده شرطی شده آموزش مثل آدمه آدم دو, دو چهار تا از عقل استفاده او عقل بگید نداره ما میگیم نفسی که عقل نداره با عقل شرطیش میکنه عصب خوبیه ازش سواری بگیرید آقا چیکار کنیم ما اینا الان عرض میکنم اگر شما اجازه دادی نفست برات لنگ و لغت بندازه دیگه تموم شد در خانه اگر کس است یک حرف بس است در وجود انسان اونو که حرف آخر میزنه کیه عقل تمام شد رفت اجازه دادی اینو میخوام اونو میخوام غلط کردی میخوای چه نام تو پوزی بخوره که دیگه فکر این چیزا رو هم بگید نکنه بعد چیکار کنیم اینو دو بحث بکنیم ما خیلی از بحث‌های شرطی شدن همون چیزهایی که شما بهش میگید عادت کردن عادت میکنیم با قضا نون بخوری خیلی هستن عادت میکنن نمک حتما باید بزن اصلا دیدی نه رو مزه نکرده ها اول نمک میپوشه این شرطی شده عادت کرده با قضا آب بخوره چیز خوردنی گفتم که شکم همون لامسته هم چیزی برای همه لمس شده و محسوسه مؤمن یک کلام در کل اینو بگم مؤمن به هیچ چیز عادت بگید تموم شد رفت چی چیکار کنیم؟ حالا بهتون میگم شو. از چیزای کوچیک شروع کنید. برای جلوگیری از گناه ها از چیزای کوچیک شروع کنید. اجازه ندید نفستون همون عادته، همون خواستنه بهتون دستور بده. داری تخمه میشکنی، تخمه که میدونی وقتی میشکنی کی ولش میکنی؟ تو پدر دا. الا یوم القیامه همون تا موقعی تموم بشه. تموم میشه ولش میکنی، میوفتی دهنت خوش شده، اینقدر آب میخوری و شکمت باد میکنه، رامیری قلب قلبش رو میشنوی. هر رو پله که را میده اصلا شالاب شروع به توشی کمر میشن. اصلا یه اوضایی میشه رو. چشاش سرخ میشه میزنه بیرون بس که این نمکم خطرناک انقدر خورده ببین اینه بعد از چیزای کوچیکتر شروع کن چیزه که دوست داری مثلا داری تخوه میشکنی یا ببین تا اینجا آمده ببین؟ دیگه نمیخورم همینم هم یا نه ب... اینو بشکنم بعدش تموم ها. تا اینجا اینو نمیشکنم تا تا یه هفته خدافز تخمه نه خیلی آسانی تخم شکستنه ببین اصلا من با سیگارش کار ندارم و با چیز با چیز خوردنی ساده آقا داری یه بازی انجام میده تو گوشیت. تا سه روز خدافظ تا سه روز بعد سه روز بازی کن فهمی چی شد تا بعد سه روز خاصی بازی کنه ببینم من خودم ببین یه چیز من بگم من من اینجا ماجرا یه سری تجربه شخصی دارم خدا لعنت کنه اون کسی که دو مال منیت بحث اینو چیزی که بر خودم پیش اومده رو دارم اجرا میکنم من استاد اخلاق دارم میرم فرمول میگیرم اجرا میکنم جواب داده والا خب رو خودم جواب دارم میگم اجرا کنید همون موقع آقا ما توی ماشین بعضی موقع مطالعه میکنم سردرد میگیرم نمیتونم تکون میخوره بعد سرم پایینا سر خیلی پایینه آدم حالا دست تو ماشین بعضی موقع یه بازی تو گوشه ما ریخته اینو بازی میکردم یه بار رفتم تو جزئیات بازی اون خصوصیات بازی پراپرتیزش نگاه کردم 13 ساعت 18 ساعت چقدر من این بازی رو انجام دادم گفتم آه چقدر وقت از ما گرفتیم بیشتر رفت 10 دقیقه 10 دقیقه بازی خوردیم از شیطون گفتیم شیطون بار گردومون رو گردو گردو میبره 10 دقیقه 10 دقیقه عمرونه حالا من اینجوری ام حالا شما نمیگم این قسم من گفتم به علی دیگه بازی نمیکن چون به علی برای ما تمامه دیگه بعد خواستم پاکش هم بکنم گفتم ولش کن تو هستی و دیگه من پاکش هر روزم تو گوشینه خدایی دیگم سرانه من نکته جالبش میدید چیه؟ یه هفته بعدش بیزار شده بودم از این بازی بودم همه چی میلی داشتم این بازی رو انجام بدم چجور شد؟ آقا داری تخمه میشکنی؟ تموم به علی تا یه هفته دیگه یعنی تا یه هفته دیگه آخه حضرت علی میره سر یه تخمه قولتو بشکنی؟ حالا من نمیگم قسم رو شما بخورید من برای خودم اینجوریه برای من جواب میده چون مطمئنن نمیشکنمش الحمدلله الله آقا این آروم آروم دقت کنید نفست به یه نتیجه میرسه به این نتیجه میرسه زیاد باهات ور نره تو خواستن تو خواستن چیزی چون نتیجهش چیه؟ نتیجه, نتیجه تحریم یه چیزه نفست به این نتیجه میرسه کامل به این نتیجه میرسه بهادورن. به هیچ یادت نکن حتی به ذکر نمازت به ذکر مستحب نباجب همیشه تو رکوع میگی سبحان ربی العظیم و یه هفته بگو سبحان الله سبحان الله اونجا که میشه عوض کرد نه که ذکر واجبو نظر عادت کنی مؤمن به هیچ اولو گفتم به اون ذکر نباید عادت بکنه دیدی چه جوی سلام میدیم بعد نه سلام سری امام می دست چپ به چپ چپ شد بعد میری سرخس مثل ما به چرخی تو ایران جا امام رضا عوض میشه یه می مسجد چرخیدی و همه دارن نگاه می دیوانه کجا رو داره سلام میده چرا به بیت المقدس این داره سلام میده خب آ چی چی شده عادت کردی گفتم یه جلسه قبلی گفتم یکی اینجا هم جلسه اینجا بودیم ما دبیری داشتیم گفتم میشه یه استاد بزرگی گفتم آقا نمازمون چطوره میخوام اینو خوبه نه گفت قنوت نخون گفتم آره گرفتی نمازم اینم گفتیش همین باشه میگه چند روز من نماز خوندیم و بعد یه روزیدم تو رکت دوم تو رکوع دارم میگم ربنا آتنا فی دنیا حسنه عادت کردیم رکعت دوم بعد از قول و الله چیه ربنا آتنا فی دنیا حسنه عادت کردیم مؤمن به هیچی عادت نمیکنه اگر از همین چیزای کوچیک تخم شکستن شروع کنید. آقا با قضا عادت داری آب بخوری میگی من با قضا آب نمیخورم شد عادت دارم به خدا شدنی اینقدرم آسون اصلا سخت نیست آقا با نون حتما غذا رو با نون بخورم من تا ده روز تموش بعد ده روز حال کردید دو روز دیگه مثلا اضافه کن پنج روز دیگه اضافه کن ما با خودت اصلا سخت نیست اصلا سخت نیست به خدا یه چیزای ساده اینجوری عادت دارم این کارو بکنم من باید به این نتیجه برسم به عنوان یک مسلمان انشالله یک مؤمن به هیچ چیزی عادت نباید کرد شروع کردم چیز کوچولو اینجا رفتن نمیدونم اینجوری آب خوردن نمیدونم حتما آب سرد خوردن و اصلا دیدی من... چقدر اینو ما استفاده میکنیم نه من عادت دارم اینجوری و خودم باید متکای بلند میذاشم بزنم زیر سرم بخوابم عادت دارم یه هفته گفتم متکای بلند نمیذارم آقا اون شب اول پدری هم مادر اومد هی اینجوری که و حالا ببین چی شد یه هفته که گذشت نمیتونستم متکا بذارم زیر سرم یه بره ما کمردرد گرفتیم این دکتره میگفت فقط باید به شونه آره چپ یا راست بخوابی حالا راستش که درستش و اونا با اون چیزاش کار ندارن با شهرش حالا اونم راستش هم درسته چون همین که اسلام میگه درسته چون سر معده میفته روی قلب فشار میاره خیلی علمیه بحث جنینی باید بخوابید تا دست رو بذاری بین دو تا زانو که این زانو هم به هم برخورد نکنه آسیب برسونه حالت جنینی به شونه راست بهترین خوابیدن بعد برای اینکه کسی بتونه اینجوری بشه فقط کافی یه هفته رو مبل بخواب چون رو مبل لنگات میزنه بیرون نمیتونه اینجوری بخوابه کلات میاد بالا نمیتونه دمر بخوابه که این چیز قوسدار میشه اصلا خب اصلا نمیشه مجبور اینجوری بخوابی یه هفته میخواد عادت میکنه میرو فرش هم اینجوری این شرطی شدی تو اشتباه نکن تو چی شدی شرطی شده من یه ماجرا از خودم بگم چیزی که دست خودم بوده ما زمانی که در دانشجو بودیم درس می‌خوندیم مثلا بغل دستمون شروع کرد سر صدا کردن نمیشه بخوابیم من عادت کردم این سرمو می‌ذاشتم روی شونم اینجوری گوشمو نگه می‌داشتم که کمتر با این دستم می‌ذاشتم اینجوری میخوابیدم. آقا تمام شد درس ما تمام شد اینجوری می‌خوابیدم هیچ صدایی نبودا بعد می‌خواستم اینجوری نخوابم سخت می‌شد چرا چون عادت کرد چرا چون خواب خوشاینده غذا خوشاینده هر چیزی که خوشایند باشه کنارش چیزی تکرار بشه خوشت میاد هر چیزی بدایند باشه کنارش چیزی بیاد چی بدت میاد چه جوری گفتم امام حسین خوشاینده چایش میشه خوشایند قیمش میشه خوشایند قلیون بعد هم بر طرف میشه خوشایند خدا نکنه که چیزای بعدش هم بیاد که دشمنی که من میشناسم میاره ما مؤمن به هیچ شروع کنیم همین فردا آقا ما مثلا یه آدمی مثلا اون لحظه میخواد بگی مثلا یه پنج دقیقه دیگه بخوابم 5 دقیقه واقعا هیچ چی و کم و زیاد نمیکنه خدایش. بگو گور پدرت این گوره پدره به نفست کلا یه پدری براش در نظر بگیری هر چی فوش داره اولمون بابای کن پدر فرضی آره برای نفس در نظر بگو گور پدرت الان پا میشه آروم آروم شما میبینی نفست یاد میگیره جلوت وای نسته برعکس متمایله بهت هوا تم داره چرا؟ چون دوست نداره سختی بکشه <applause> فهمید چی شد؟ نفس دوست نداره سختی بکشه که بهت تمایل ب... میگه هرچی تو بگی باشه بهت دیگه پیشنهاد نمیدینه بخور آقا وایستادی نگاه کن دوست من برم تو اصل دوم بگم بهتره اصل دوم خیلی جالبتر از این اصله اصل مبارزه با گناه در مستحبات یا خدا این دیگه چی مبارزه میکنی با گناه تو مستحبات قبل اینکه شروع کنم یه مثال بزنم تا خوب جا بیفته مارمزونی من قبلا عادت نداشتی مثلا از خواب بیدار میشم حتما یه لیوان چای رو باید بخورم خب چی شد مارمزونی رمزونی با لغت زیرش عجب حالا فهمیدی اثر روزه چیه اثر مارمزون چیه شکستن همین عادت هاست ساعت خوابت رو چیکار میکنی ما رمزون؟ عوض میکنی شکستن همین عادت هاست بخش دیگه هم داره این خوشگلیشی که اصلا اراده قوی میشه ما گفتیم گناه کردن و دوست نداریم والا بالا بعدش هم پشیمون میشیم مشکل سر چیه؟ اراده ترک گناه نداریم یعنی چی؟ برای اینکه جفت نفسمون جفتک میندازه اینو خب جلوشو بگیریم قرآن یه عبارت آیه خیلی قشنگی داره میگه و اما من خاف مقام ربی و نح نفس ان الهوا میگه اون کسی و ان الجنت هی المعوا کسی به جهن... جنت میرسه معواش اصلا خونشه جای امنشه مال خودشه جنت این کیه میگه و اما من خاف مقام ربی او کسی که از به مقام خوف از ربش رسیده و نح نفس ان الهوا و نفس خودش رو هم بحثی که هم داریم نفس میکنیم نح میکنه از چی انل هوا دقت کنید نمیگه انل زنب نمیگه نفس خودش رو نهی میکنه از گناه اشتباه نکنید قرآن خیلی عبارتش دقیقه میگه نهی میکنه نفسش از چی؟ از هوا فرقش تو این چیه؟ گناه بده اما هوا همیشه گناه بگید نیست؟ خیلی هوا هست گناه نیست حوض کردن بریم الوانا بخورم گناهه؟ نه والا نه والا میگه ببین کاری کن نفس به تو دستور نده عقل دستور بده یک جای لازم این اسبه بزنی تو پوزش فلفل فل بزنی به اون در استبل در عوض یک عمری اسبی داری که راحتی و اگر نه اینجوری باشه این دائم میبرون ای باره گاز میگیره بچه رو بغلی بارو برده. یه بار گریه کردین بغلش کرده که آروم شده دیگه چی شده؟ آ، داره ضرر میکنه دائم بچه بغلی شده دیگه نمیتونی بدبختت میکنه تا پنج سالگی همجه بغلته آره دو روزه گره کنه با گهواره یه جور دیگه آرامش کن بچه عادت کرده شبو مثل جغد بیداره روزا خوابه بچه کوچیک یکی از دوستان دفتر ما صبح ساعت یازدم یاد میگم صبحت بخیر عزیزم الان دینی چشا فلان میگه نه تا صبح بابامو در آورد فلان میگم یه روز روز نظر بخوابه و برو با بچه نظر بخوابه شب همچین میخوابه کلا عوض میشه یه راحت باشه چون نه چون چون لوسیم نه بچه‌م اذیت میشه بچه‌م خودمون هم همینجوری میگیم دیگه نفسمون هم مثل بچه لوسش کردیم این نتیجهش میشه پا چجوری باید مبارزه کنیم با نفس الان بهت میگم نفس به تو جرأت پیشنهاد دادن هیچی دیگه نداره عباس بابایی سیب خوردن گناه داره والا بله من اینکه حرام و مال خودمون نمیشون یعنی عادی سیب با حلنون علال آدم خریده ورده بخوره هیچ گناهی نداره میوه خوبی هم هست عباس بابایی سیب قرمز خیلی دوست داشت این سیبو ده دقیقه نگاش میکرد بو میکرد یه خورد چاغو چاقو میزد روش این این بوش بیشتر بشه بعد تا میخواست بخوره میگفت آشه. تا سه روز سیب ممنوع ببین ما حلال خدا رو بر خودمون حرام بگید نمی کنیم تا ابد میگیم تا سه روز ممنوع یکی این سرهنگا میاد تو دفترش تیمسار بود دیگه این سیب رو تعارف میکنم که جلو خودم بخور او میگه آقا من میل ندارم میگفت نه خواهشاً اگه میشه بخور این نفس دیگه پیشنهاد نمیده اینو میخوام اونو میخوام این چی میگه چی تو میگه اه اینو میخوام این خفشو برو بابا این همینجوری سیب عادیشو نمیخوره برم مال هارون بخورم دارمونی بگی من بدبخت باید بیچارگیشو بکشم بشی ساکت شو اینا شروع میکنه نگفتن به شیطون همون نفسی که تا دیروز جفتک مینداخته برای شیطون یعنی به نفع او به همین سادگی این شدنیه آقا ماه مبارک رمضان این یعنی چی اون یاد میده آقا آب خوردن حرام نه نهار خوردن حرام نه والا یه ماه رمضان همه چی میریزه به هم نهار خوردن حرام میشه حلال ها اما نباید بخوری روزت رو شکستی چیاد میگیری تو ما که اینجا یک اولویتی هست که اگه من بخورم تنبیهش هم محکم ها روزه رو به عمد وا کنی آه. آره کفارهش یک کفاره اساسی که دو برابر تایم مرمزونی پدرت در میاد خب دیگه سراغ اینجور چیزا میگیرم میگه آقا نمیارزه حالا برای بعضی هست چی؟ میارزش ازش آقای <می> قرائتی ماجوره نقل کردی <می> میگفت طرف تو حج زنش بهش میشه حرام میشه اینا رفتن شب سنگ کنه کنن که فردا بزنن بعد من تو بیابون تاریک بود و این لباس هم لباس های خوبی نیست بالاخره لباس حج و اینا دیدن اون نشد آن شد اون چه نباید میشد اومد صبح پیش آجاگو آجا ما نشد دیگه بالاخره کار دستمون در رفت بعد گفت خب بعد یه شطور کفاره بده گفت میارزه <applause> حالا خودت میدونی برو شهز روز روزه بگیر <applause> اینجا چیه؟ آه همون غذای عادیه آب عادی که داشته میخورده اما اینجا روزه بهش یاد بسه بابا روزه تمرین گناه نکردنه تقوا یعنی چی؟ تقوا همین بازدارندگی است همین افسارت افساری که تو گردن اصبته و تو دست عقلته این میشه توبه این میشه چیز تقوا پریزگاریه دیگه پرهیز میکنه آقا مریض باید چیکار کنه پرهیز کنه اینم میشه تقوا چی پرهیزکاری. پرهیزگاری که همون پرهیزکاری کاری هم در واقع این میگیره جلو نفسش شد این غلطا نکنی برای منو که دیگه این تو بکنی که خودت پس یاد گرفتی چی شد نفس به ما دستور نمیده خود نفس جواب شیطان میگه برو کاره. آقا روش بعدی تنبیه نفس این باز تنبیه بشه نه تو واجبات میه پله میریم جلو تو مستحبات نگاه کن آقا من رایفی میدونم دائم میرم این ورور سخنرانی شب صد دو سه نصف شب میرسم میخوابم دیگه ممکن نماز صبح چی بشه بگید قضا بشه پاشم هم تنبیه دو رکعت نماز صبح قضا شدن چی دو رکعت خوندن قضا شد دیگه این فایده بگید نداره خب معلومه میصرفه <تصفح> واقعا این یکی واقعا میارزه کله صبح 10 خب. صبح خوابیدار میخونم آه خدا مهربونه اینجا باید خودت بر خود تنبیه بذاری حالا من تنبیه خودمو میگم چی تنبیه من اینه که ای دو رکعت نماز صبح اگه قضا بشه باید یک روز کامل نماز بخونی آقا نمیدونی وقتی اون ایرو بیره صدا گوشیتو گذاشت میاد بیدم شد دقیقه دیگه بخوام وقتی یاد این میفتن که باید بشنم یه درکت بخونم مثل جن بسم الله دیده میپرم میگم آقا نمیارزه خوشو بخون تنبیه بذارید بعد میرین چی شده از فرداش دعوای توشیتون شروع میشه یه عهد میبندیم یه خدایا از فردا نماز اون قضا شد برای آدما فرق میکنه من نماز میخونم چرا برای من وقت ندارم نماز خوندن میشه به فشار میاره متوجه شدی یکی دیگه است میگه روزه میگیرم شهید رجایی نزد تنبیه نفسش این بود این میگفت اگر نمازمو اول وقت نخوندم فردا یه روز روزه باید بگیرم اینم مستحبی نیست که بتونی بازش کنی یه نفر تعارف کنه به تو اینجور چیزا ما یه رفیقی داشتیم همیشه روزه میگرفت و ما یاد گرفته بودیم همیشه گفتیم آقا بیا علی آقا قبل از اینم سری میخورد و ثوابش مینویسن دیگه یه روزی روز قبلش کاری من دادم انجام انجام نداد به بچه ها گفتم خدا وکیل یکیتون بیاد به این تعارف کنه من پوستتون میکنم صبحونه اونم نمیخورد دیگه گفت نه سحری آقا هی ما رو اینجوری نگاه میکرد، این برای کرد پای می میز نشسته بودیم و اینا آقا ما خوردیم جلوش جاتون قشنگ یه آدم زردالو اینجور چیزام رو میز بود و خوردیم و چای خوردیم و اینجور چیزا آقا اذان زد پارسال <تصفح> این پارسال بود از گفت و بعد شروع کرد به ما فوش دادن خدا بگم چی کارتون کنه چرا گفتم آه تو انگار شوخی گرفته بودی بعد فکر کنی یه هم ممکن کسی به تعارف نکنه شاید رجایی با خودش گفته بود که مثلا روزه در نظر گرفته بشه نماز در نظر نگرفته بود. گفتم اینا فردیه نسخه های اجتماعی نمیشه پیچید مصداقش با خودتون برید ببینید چی بیشتر براتون سخته همونو بذارید بهش میگفتن بابا بیا بریم نهار بخوریم همزمان با نزان میشد میگو ملت هم سریع اینجور چیزها رو فولن یاد میگیرن اول وجود بعدن سجود که اصلش اول وجود بعد از سجوده خب و اول وجود بعدا سجود میگم نه خدا و وکیلی به خاطر همون وجود میخوام برم اول سجود من الان بیام این نهار رو بخورم فردا بعد یک روز گشنگی بکشم نمی از چی شد؟ ما یه مدت اومدیم با خودمون فکر کردیم که بابا ما جوان نوجوان بودیم این ورما میرفتیم مسافرت میرفتیم سرگرم فوتبال بازی کردیم شدیم شاید مثلا یادم رفته نماز ظهرمون رو پیش نه شاید نماز صبح قضا شده قضا بوده ما ف... ما زمه خوندیم مثلا به عنوان نیمچه چه ادای خوندیم گفتیم آقا نهایت این رو جمع بزنیم یه سال که بیشتر نیست شروع کنیم چیکار کنیم همینج نمازم که دارم میخونم یه دونم میخونم آقا چشتون روز بعد نبینه ساعت دو نصف شب میرسیم تهران مثلا یک پرواز میشست از یک تا مثلا خودتو برسونیم مثلا فرودگاه و چمدون بگی دو میرسیدیم خونه بعد نماز صبحم قضا شده بود 17 رکت از واسه اون بود 17 رکت هم غذایی که باید می‌خوندیم تو اون اگه بدهی داشته باشی. میشه 34 رکت چشا اینجوری بود ساعت 6 هم میخواستم برم بعضی روزام اینجوری میشد اینا رو عمدن خدا خودش پیش میاره که ببینه عهد میشکنی یا نه مثلا به صورت عادی تو ماهی یک بار نمازت غذا میشه نماز صبحت مثلا از روزی که این تصمیم رو میگیری میبینی تو یه هفته دو بار نمازت قضا میشه میبینی کار کیه کار خداست عامل اجرای شیطان شیطان میگه بدوید یه کاری کنید آقا اون قدراشو میفرسته نوچه‌ای گردن کلفتشون میگه می برید رو مخین این, به یه جای برسه عهدشو با خدا بشکنه میدونید عهد شکستن آدم چیکار میکنه قسی قلب میکنه میگه بهترین فرصتی که فاصله بندازم بین اینو خدا میاد میاد بلند میشه ای بابا نماز قضا شروع کن دو رکعت که خودش رو بخونه که وظیفته قضاشون 17 رکعت هم بخونه فرداش دوباره میاد میخونه آقا یه ماهی دو ماه اینجوری میگذره ماهی یه بار شده ماهی هشت بار هفت بار میخونی میخونی چه تو میگه چی میگه نوچاش نمیارز داریم ضرر میکنیم. این بیشتر داره قضا نماز میخونه از این به بعد باش کار نداشته باشید داریم ضرر میکنیم. برای نماز صبح با این کاری نداشته باشید باریک شلح. یه جایی میگه برید بیدارش هم بکنید. <applause> از شیطون عملگی به کشمه بده. شیطون عملت باشه. متوجه شد چی شد؟ حالا بید مرحله دوم جنگ شروع میشه. من دارم براتون گزارش میدم. میدونی کی بیدارت میکنه؟ تایمی که اصلا نمیدونی قضا یا اداه که <applause> گیر پاچ کنی. آره نمیدونی. برای اینم سری نرم افزار ما نصب رو گوشیمون که این دقیقه رو من مد نظر قرار میدم تازه اگر از یک دومه وقت از نماز گذشته بودم یعنی وقت از آن که تو نماز بخونی تا طول آفتاب از وسطش گذشته بودم دو رکت دو تا نماز صبح دیگه همون موقع بخونم یعنی این باعث میشد که بیفته به چی تایم نیمه اول تو نیمه اول هم باشه ای بینه متوجه شد چی شد یعنی قشنگ عینه آدم باهوش و هوشمند که جلوت قرار گرفته قشنگ مبارزش رو اسم میکنی به خدا قسم قشنگ میفهمی یه نفر داره باهات مبارزه میکنه اصلا آدم خودش رو در مبارزه با شیطان دیدن این باعث میشه شیشتونتر باشه میری بازار سد اسمال میگن جیبتو جیب تو به پا نزنم دست زارت میذاره در جیبی که پول داره <تصفح> میفهمن میگن همین جیبه همین جیبه است بزنید همین آه. میری اونجا دیگه یه بار جیبتو زدن شش تونگ هست دست دو جیبت این ور اونور می میری برای چون که یه بار از اینجا بازی خوردی وقتی دائم خودت او رو دوز ببینی کلا سرت نمیره ما با شیطون قراره بجنگیم تو چی تو مصعب حالا ببین چی شده شیطون باید بیاد پوست خودش بکنه که شما نماز صبح تو یه خورده چی بخونی دیرتر بخونی اصلا کلا اینکه نماز نخونی فراموش شد فهمی چه پیش کردی تو دل دشمن؟ صحبت اینه که تو رو از یک مستحب بی باز بدارد تو دیر نماز بخوانی. چون نماز اول وقت ثوابش بیشتره دیدی چه بازی تونست اون بازی خورد بعد هر چم شیطون به نفست بهش بگه یارا غذا بخور برو بابا تو رو خدا این فردا باید گشنگی بکشم برو پیکارت تو این پیش نادا ما نده. نفست کامل میشه در اختیار خود. اون موقع این نفس تو رو به سمت چی میبره؟ اصلا عبادت دوست داره این نفس چرا؟ چون عبادت دیده تشویق شده هر جا عبادت نبوده چی شده؟ تنبیه شده برای همین میگن مستحباتی رو که حالت خستگی نظر نها این تنبیه ها نه مستحبات در حالت خستگی انجام ندید زده میشید زده میشید یه چیز از نظر تنبیهی او نباید انجام داد اما بعضی هستن مثلا مصاحبات میشه خسته خسته اینجوری خون خیلی بده به ما میگفتم ببینیم دای کومل میگفت امشب این هفته ما حال ندارم بخونم چون میخواد با دای کومل چیکار کنه عشق کنه حال کنه لذت ببره قراره خوش اذیت کنه که من شرطی سازی منفی بشه مثل الان ما با سنو سال هم گذشته میریم این دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی داریم اینا یه بوی بیمارستان میده دانشگاهش من نمیدونم بوی بیمارستان چیه بویه میگم بوی بیمارستان میفهمیدم من چی میگم ترکیب از الکل و ساولون و نمیدونم آمپول و چی اینا میرم یه این استرسی میگیرم و بچه بودیم آمپول خوردیم درد داشته ما مردا اصلا لباس سفید شرطی سازی منفی شدیم یا لباس دکتر بوده یا لباس عروسی بوده که بدبخ شدیم یا هم کفنه که تو گورمون میکنن یا هم پلیس راهنمای رانندگی که خدا نصیب گرگ که بیابون نکنه آره برادرای نامحسوس اعمال چی چی بود اعمال قانون بکنن <applause> خب برای پیرهن سفید میریم میترس شرطی سازی منفی شدیم. شرطی سازی منفی تو دین نکنی بچه کوچیکو به زور برمی‌داری می‌بره نماز صبح بیا بریم میکشش رو زمین یه جایزه بیشتر رد بش بدی که آخ چون بیدارت کن بابا پاشو بریم ما رفتیم خراسان جنوبی پیشنهاد دادیم گفت آقا بودجه داریم نمیدونیم چیکار کنیم گفتم بریم تو مسجد تاپ سورسورو بزنیم چند تا مسجد داری گفت 50 تا اینجوری رو 20 تاش انتخاب شد گذاشتن بعد سال بعدش که من رفتم تر اجرا کرده بودن گفتم بیا ببین آقا خیلی عالی شده بود مسجد تا بیخ پر بعد من میپرسیدم می گفتم چه جوری فهمید گفت بچم منو میکشه میگه ببریم نماز میگم بابا امروز سر کار اذیت شدم خستم تو رو خدا بذار نماز نه گریه بریم نماز چه حال میکنه با اون سو تاب سرسره از نمازم خوشش میاد بابا امام حسنی ه... می میمونه رو دوش پیامبر پرتشون نمیکرد پایین آره نمازو دوست داشتن بازی میکنن بذار نماز داری میخونی بچه داد بازی کنه چه ایره داره حالا مهر تو بردار گاز نزنه ما رو <applause> من برای این ورون بذاره رو با خودت بردار بذار اونم عله کلنگ او میگه آخ جون پارک تو نماز شروع میکنی یا تو خونه آخ جون پارک بریم بازی کنیم که از هر کلت رو می میری بالا میای پایین آه. ایرادی نداره برش به همون بچه خدا رو قبول میکن اینا رو بیام کار بکنیم ما نفسمون نباید برای ما دستور بده ما به او دستور میدیم آخرین نکته هم که میخوام عرض بکنم خیلی خیلی مهمه اینه که تو مسیر الهی هرچی شما به عقلتون گوش کردید هی hey, موحدتر میشید هی hey, از شرک و نفاق و کفر فاصله میگیرید عزیزان شرک و نفاق و کفر یه چیزه همش یه چیزه قبول دارم الان یک بحث بس... لغ... لغت زنن واقعا غلط بگیری رو نندازید اینجا که نمیدونم آ نفاق یه چیز شکلی نه همش یه چیزه پس لغوی کار کارم در باطن یه چیزه هر جا دیدید که ما به عقلمون گوش نکردیم کافر شدیم چون عقل همون وحیه چون عقل همون توحیده چون عقل همون ولایت اهل بیت کافر شدیم چیزی وقت دادن به یه حق کافر بشه یه چیز دیگر اضافه آورده شرک و عدا در آورده شده چی؟ نفاق سیستم عصبی تو و خدا باید یکی باشه مثلا مثال قلیونی بزنیم خوب دل بده من آقا این انگشت میچرخ کی بهش دستور میده؟ تکون بخوره مغز این سیستم یک بار چست کسی که بیماری مثلا عدم تعادل میگیره چی میشه این به این گوش نمیکنه پالسا رو نمیفرسته مغز میگه واش تا پارکینگسون داره دستش میلرزه حالا آقا میخواد یه چیز داغی برداره دستور مغز کدوم انگشتو میفرسته اینو این اینو این نمیفرسته میدونید چرا بذار امروزیشو بگم چون تو این نفاق است این تحمل زغال نداره زغال چیکار میکنه قطعا میندازه فرشو میسوزونه این تحمل داره به این اعتماد میکنه هر که در این بعض تر است جام بیشترش میدهن طرف اومد خدمت امام صادق گفت آقا جان چرا قیام نمی کنی؟ گفت کسیو نداریم؟ گفت خراسان فقط صد هزار تو داریم بوا وقت خراسان اومده صد هزار تا بله داری تو فلان گو آره گو بپر تو تنور خودت باشه گو چگاه کنم؟ گو که روشنه که روشنه دیگه برو تو تنور آقا ما رو گرفتی؟ بهم تو تنور میخوام بکشی؟ غلط کردیم قیام چی؟ کشک چی؟ ماست چی؟ نخواستیم؟ هارون اومد هارون مکی تا اومد تو؟ گو هارون گو بله کفشو سر زیر بغلش اومده بود یه عرض ادبی کنه از سر زمین اومده بود گفت بپر تو تنور با کفشاش برید با کله تو تنور هیچیش هم نشد بهتون بگم اگر امام صادق چه بسا قیام میکرد همین خراسانی هم تو سپاهش بگید میومد چه بسا شهیدم میشد اما او موحدتر بود او این انگشته بود اینم تابعه اما تا یه اندازه از بلا این بود این بود انگشت اشاره بود ما اگر شدیم جزئی از اوامر الهی نه الیاز بالله بلا بالله نمیخوام خدا که جسم است میشیم انگشت خدا میشیم دست خدا هر چی بگه دست تخطی میکنه نه میشه یدالله الله حالا فهمیدی یدالله الله میشه کی هر چرا که مغز دستور میدهد میبیند میشود عین الله هر چرا که مغز میخواهد میشنود میشود چی؟ اوزن الله چی شد ماجرا؟ اینطوری حل شد امکان داره تخطی کنه از امر مغز امکان نداره امکان نداره اصلا برنامه ریزی شده چشم اینجوری میکنی چشمش رو به هم میزنه این اینجوری برنامه ریزی شده است این میشه ولایت اهل بیت یعنی چی؟ اینکه ولایت که مسئله طولیست نه ارزی یعنی همین یعنی این دست فرمان همین مغز رو داره اجرا میکنه فرض کنید فضایی ها بیان رو زمین فرض میان ببینه این, این چیزایی که رو زمین چی چی هن. ماشین میبینن. ماشین ها میان این وری که اون میبینن بعد میرن تو پومبنزین غذا میخورن و شب میرن تو پارکینگ میخوابن او بدبخت برداشتش اینه دیگه فیلم کنید یه موجوده مغز این موجود کیه؟ مغز ماشینه کی دارش کنترلش دستشه؟ مغزش دست و پای ماست گرفتی چی شد؟ مغزش تازه دست و پاهای ماست مغز این دست و پا کیه؟ این توه هرچی این وسط واسطه میاد کنترل سختتر میشه اگر یکی بشن فرض بکنیم بهترین راننده های کره زمین رو بذاریم کنار همدیگه دوتا فرمون میشه رانندگی کرد؟ چرا اونو میگی؟ این بغل دو تا پدال زیر پاشه آموزش رانندگی داری میری میری ای وای استاد آ چیکار داری کجا میری فلان فلان شده مرغ کشتن بدی فهمیدی شو شرک چون دو تا اومد وسط دیگه دو تایی نیست یکیه گناه شک میگیره امکان نداره امکان نداره امکان نداره طرف در زد آقا تق 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 کیه ف... منم که بر پیکاره دعوت کردیم منم بر پیکاره دوباره آقا فلانی هم آ حسن هم حسن هم, هم. دربا آقا منم هم آخر درزه که تق تق گفت چیه نگفت من گفت تو گالا بیا تو شما تو حریمت غریبه رامیدی، هر واقع شدی تو او همه چی شد او میشی دستش میشی پاش میشی چش راه میده تو رو به حرمش به حرم امن خودش میشی حالا این عبارت هم باز برای اون کسایی که ملا غلط, غلط گیرن بده میشی جزئی از خدا اما معنی حرف منو بگی دیگه من باید ساده صحبت کنم همه جور تیپ آدم هست میشی جزئی از خدا جزئی از خدا خطا نمی کنه جز خدا نمی بینه. میرسه به مقام چی رضایت چه تو به رضایت بمیرم چش اصلا دست میگه مثلا ببین خیلی جالب دستو دست رو میفرستی میخواد نگاه کن یه چاقو یه نفر میفرستم تو چشه میکنه یه چیزی اولین کاری که میکنی چه میکنی دست تو میاری جلو میگی برا فد... برو فدا, شدن دست ناراحت نیست دردم که بگیره چی میشه بنی آدم اعضای چشمم دیگه نمیتونه بخوابه همه میشن یکی این یعنی توحید حالا بیا به او احمق اینا رو بفهمون من حاضرم به شخصه به یک گله گوساله تدریس بکنم آره احتمال دارید اولاقی بیاد مثلا یه رو به روز بفهمه اما از بعضی که فی قلوب هم مرزون اون فضا هم الله مرزن دیگه بعیده این توحیده این غیر این شرکه غیر این شرکه آقا یه چیزی بگم عشق بکنی به بچت میگی بگو بابا میگه چی خدا به حضرت رسول گفت قل گفت بگو بابا حضرت رسول گفت بگو بابا کف کردی خدا وکیلی گفت بگو بابا گفت چی بگو بابا من این وسط نیستم که بخوام تغییری درش به وجود بیارم این تغییر اون کسی به وجود میاره که خودش رو کسی میبینه میگه بگو یعنی پس به من داره محول میکنه بگو بابا میگه بابا با من بود نه جبرئیل خیانت کرد نه رسول الله الان بحث دیگه میگن این قول چیه اینجا خدا فرمود قول ای جبرئیل به تو میگم برو پیامبر بگو یا ای پیامبر میگم به بندام بگو هیچ کدوم خیانت نکردن اینا موحدن خود توحید اینه. گفت بگو بابا گفت بگو بابا رسول الله خودش این وسط نمیبینه فلزا حرف میزنه و ما او ینتقو ان الهوا که بر مبنای هوا ببین چه لفظی میاره وسط هوا اینکه برای نفس حرف نمیزنه که من و تو برای نفسمون حرف میزنی به این نفر یک جمله می‌سپاری، پنج بر اونور میشه یه چیز دیگه میشه کلا پنج نفر اینور بار اونورش میگه هر کسی چیز میذاره روش تحلیل خودشو فلزا تو سخنرانای ما تو مدهای ما تو منبریای ما کسایی که کرسی دارن اونایی موفقا من دیدم که میان آیه قرآن میگن و روایت اهل بیت رو میگن سیم باش انتقال بده این تحلیل های تخیلی خودت سیم میکروفون باش صدا رو ببره یه لیوان رو هی پر کنی بریزین ور هی بریزین ور هی بریزین ور زیاد تکرار بشه میشه لوله میشه جزئی از سیستم انتقال آب جزئی از سیستم انتقال آب تو هم تو شبکه آبرسانی تو هم تو مسیر ولایتی تو هم تو مسیر توحیدی فلزا توحید همان ولایت است ماها هممون منافقیم درجه اش فرق بستگی داره تو چه بلایی رو بشه اگر دیدی گناهی انجام میدهی حاصل غیر موحد بودن من شماست و مشرک بودن من شماست و منافق بودن من شماست منتها درجه چیه کم و زیاد داره نفاق خیلی کم حضرت فرمود تشخیص شرک از مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک سختره برای چی؟ نه این شرکی که آنها فیلم شک شرک یه بوتی بذاری بگی سبحان ربی البوت و به عمده مثلا اینقدر سطح توحید و پایین آوردن اصلا تو نباشی خودت این وسط خدا راضیه تو میتونی بگی منم راضیه اصلا تو منی مگه خدا چرا اینجا؟ چرا؟ چرا داریم این وسط؟ خدا چرا؟ چرا نیست؟ آخرین حرفی که حضرت عیسی انجیلشون میگه بالای صلیب میزنه میگه که رب فب ما شبختنی خدای واسه چی ما رو زایمون کردی تنهامون گذاشتی؟ خب حضرت عیسی نبوده ما اعتقاد داریم از عیسی به صلیب کشیده؟ نشو برای از همین جمله اثبات میکنم حضرت عیسی نبوده حضرت عبدالله تو گودال چه میگه؟ رزی تو بله. جبرئیل آمد گفت خدا راضی شده اشاره کنید آب برات بیاریم. تا همینجا بسته گفت برو بین ما حائل نشو برو بین من بستم اهدم از او روز اول روز الست بستم من قرار زبه از باشم تا تهش بایم میستم عزیز من میخوای وقتی این شبکه توحیدی و موحد بودن شکل گرفت میدونی چی میشه؟ اونایی که زوب میشن در وجود عبا عبدالله همه میشن حسین فلزا امام زمان میگه به ابی انتم و امی یا الله فهمیدی چی داره میگه؟ به شهدای کربلا میگه به ابی انتم یعنی چی؟ بابای امام زمان کیه؟ امام حسن اسکری امام زمان وقت خودش میگه پدر امام معصوم به فدای شماها چون اونا همه کیان امام حسینن وقتی امام معصوم میگه شیعیان ما سرشون درد میگیره ما سرمون درد میگیره برای همینه چون برای مقالبه رو چشم اومده دست جلو اما چشم نمیتونه بخوابه یه چیزی میگم بگیر تا ته ماجرا ابا عبدالله هفتاد و دو بار به شهادت رسید در روزار گرفتی چی شد؟ هفتاد و دو بار به شهادت رسید یک بار دستاشو قلم کرد بابا برای شیعه سر در بگیره اینجا سرم در بگیره برای عباس بزرگ شیعیان بزرگ ولایت مداران دستا قد میشه اینجا دست درد نگیره در مورد شیخ جعفر مجتهدی نقل کردن میگه امام رضا اومد به هم گفت یه مهمونی دارم بیمارستان مشهد سری بلند میشه میری اونجا دردشو به جون میخری میگه رفتم تو بیمارستان دستم گذاشتم رو بدنش تمام دردها و آلام این اومد تو بدنم هم همونجا از درد افتادم منو رو روی تخت دیگه گذاشتم میره که درد به جان بخره مثل این انگشتی که میره برای برداشتن اون جسم داغ از آن شش ماهه تا آن نوت ساله حضرت عباس هفتاد حضرت عبا عبدالله هفتاد و دو بار به شهادت میرسه زخمهایی است که بر جگر حسین می‌نشیند. با یه سردرد سر درد بگیره او بچه شش ماهه رو اون کار رو بکنن نشه ابا عبدالله با علی اکبر اربن اربا شد میگی اینو تو زیارت آشورا اما دقت نمیکنی چی داری میگی میگه و علل الارواح التی حلت به فنا یا حسین اون روحایی که حل شدن تو در تو نمکو میریزی تو آب شور میشه آه حل شد دیگه دیده نمیشه روی دستمال کاغذی نمک بندازی گیر میکن نمیریزه پایین نمک رو تو آب حل میکنه دست ملک قاضی را میکنی نمک وجودشون رو در زلال وجود امام حسین حل کردن اصلا آقا کی زودتر میره بهش نداره اینا یه نفرن رفتن بهشت امام حسین حل در کجاست تو خود این مسیر توحیده میگه انت باب الله الذی منه تا تا سم در خدایی اگه خود یه خونه‌ای داشته باشه که از من بتونم در رو کنم در بزنم صاب خونه بیاد باز بشه تو اونی حسین حالا دریاب امام زمان هر وقت چه ویژگی دارد و من و تو غافلیم چقدر عرض کردی این نمک وجود تو به آن زلال متحر ماء معین امام زمان قرآن ماء معین ما یعنی امام زمان برس به این اومده دستمونو بگیره نزار مظلوم بمونه عزیز من امام رضا روزه میگرفت برای ابا عبدالله میشستن جلو چش امام رضا برای امام حسین گریه میکردن امام زمان حی و حاضر اونجا نشسته بود حلم ناصر میطلبید کسی نمیرفت امام رضا رو معمون ور میداره میبره چون گیر کرده سوزنش نفهمیده که از اشک بر ابا عبدالله باید برسه به امام زمانش امام باقر دور خونه کعبه روزه میگرفت و روایت تو و تاریخ نقل شده میشه گریم که برای امام حسین اما امام باقر بردن شهیدش کرد امام کازم برای امام حسین روزه میگیره چارده سال میبرنش تو زندان انفرادی نمیفهم امروز ببینم میشنوی صدای حلم ناصر امام زمانو عشق بر ابا عبدالله تو اصلا میگه یا حسین به من بده گفتم باید بره در خونه امام زمان امضاشه امزا میکنه امام حسین یه نوران امام زمان که نمیده حرف امام زمین بندازی که برس به این پس ما هر گناهمان، هر بار دیدی یه کار غیر اقلانی میکنی بابا ترک کن بذار کنار غیر اقلانی همون موقع این نشان نفاق منه به عقلت رجوع کن نفسم همون جوری که گفتم رامش کن اللهم عجل ولی کل فرج والعافیت و نصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه این سوالامون من, من دل حیف نتونستم جواب بدم شماره 8892 1848 8892 1848 8892 1848 تماس بگیرید میره روی میگه یک شماره داره میزنید سوال سوالتون رو طرح بکنید من جواب میدم صوتی سو جواب خودتون رو میشنوید 8892 1848 صلواتی نذ بفرمایید